جلوتر. این هو الا رجلون بهی جنتون فتربصوا بهی حتی حین. شیوه ولایت ستیزی رو، شیوه ولایت گریزی رو اینجا مطرح می‌فرماید که این دیوانه است، ولش کنید بذارید تا دورش بگذره درست میشه، یا مثلا اثرش از بین میره این پیغمبر. قال رب انصرنی بما کذبون. خدایا حضرت نوح، خدایا منو کمکم کن. 950 سال خلاصه کرد خدا. خدایا منو کمکم کن، اینا گوش نمیدن حرف منو. بعد فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، آخرشو بگو. بهش وحی فرستادیم، کشتی رساز، تموم شد. در آیه بعدی هم بلا رو نازل میکنه، در آیه بعدی هم قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. خدایا منو در یک منزل مبارکی پیاده کن از این کشتی که سوار شدیم، نشانه هایی است. خب آیه بعدی میرسیم، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. سپس گروه دیگری رو آفریدیم، جامعه دیگری شکل پیدا کرد. دقت میکنید به این بحث؟ من یه آیه از قرآن رو انتخاب نکردم، یک بحث از قرآن رو مرور کنیم با هم. بعد میفرماد فارسلنا فیهم رسولا منهم. در میان آن گروه و جامعه بعدی که شکل گرفت پیغمبری را فرستادیم. اگه گفتید اسم این پیغمبر چی بود، قرآن میفرماد به شما چرا مربوطه؟ من الان سر اسم که دعوا ندارم که. ببین چی گفت، چی جواب شنید، حرف گوش بده. بله ببخشید خدا، مغازم همجوری اطلاعات بی خودمون اضافه بشه. فارسلنا فیهم رسولا منهم، یه پیغمبری رو فرستادیم. تو این درد من کجاست دارم اینا رو بهت میگم؟ اسمش چی بود؟ خواهر داشت؟ نداشت؟ ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. پیام رو میبینید، عین پیام حضرت نوحه. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، درسته؟ ما لكم من اله غيره افلا تتقون. عبادت، توحید، تقوا، پیام مساویه؟ بله. مخالفت ببینیم این دفعه چی میشه. و قال الملأ من قومه، دوباره مخالفت کننده ها اشراف و نخبگان جامعه هستند. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا. توضیح میده اینا چه تیپ آدمایی هستند که باید اینو بعداً مورد بررسی قرار داد. ما هادا الا بشر مثلكم، این آدمی مثل شما. یاکل مما تاکلون منه و یشرب مما تشربون. دیگه توضیحاتش رو بیشتر کردن. سر اینم که توضیحاتشون بیشتر میشه داریم، حالا بقیه‌اش رو بپرسید. اینا نکته هایی است که در ذهن خودتون یادداشت بفرمایید. خب حالا این آدمی مثل ما، شما مخالفتتون با چی آخه؟ ولا ان اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. چرا آدم باید از یه بشری مثل خودش اطاعت بکنه؟ این زیان برای انسان. آقا علت مخالفت ملع قوم بعدی برای پیغمبر بعدی عدم پذیرش فرماندهی این آقاست به نام پیغمبر. با پیام مشکلی ندارن، با پیام دهنده مشکل ندارن، با دیگر ویژگی های شخصیتی این پیغمبر هم مشکلی ندارن. گزارش قرآن. خدایا یه جوری صحبت کن که ما ازش این چیزا رو نتیجه نگیریم، بگیم هر کسی به یه دلیلی بد بود، هر کسی هم به یه علتی مخالفت میکرد. یکی میگفت ابروش کجه، یکی میگفت دماغش کجه، یکی میگفت ماش کجه ریخته. خدا میفرمه خب من چرا آخه واقعیتو نگم؟ هرکی نیست، قصه روشنه. کاملا معلوم هست، بحث فکر میکنم روشنه. بعد توضیح بعدی این است که ایعدکم انکم ادام، آیا این به شما وعده میده شما وقتی که بمیرید
بعدن دوباره زنده میشید. علت اول اعتراضشون اطاعت کردن از این پیغمبره، علت دوم اعتراضشون چیه؟ معاده. قصه انکار معاد علت نپذیرفتنش نیست. تازه من میخوام یه چیز دیگه بگم، انگار این آیه کریمه قرآن میفرماید اینا نیست زورشون میومد اطاعت این آقا رو بپذیرن، گیر داده بودن به غیر منطقی بودن معاد. روشنه یا باید توضیح بده؟ بگید روشنه، من توضیح نمیدم. هیهات هیهات لما توعدون. بی خود این دل میبندید. چه دور است این وعده هایی که این پیغمبر دارد میدهد. دردشون اینه، اینو ما نمیتونیم اطاعت کنیم. بهونه شون چیه؟ بهونه معقولی پیدا کردن. میگن آقا ما پوسیده میشیم بعد دوباره زنده میشیم. آخه شما تو میتونید قبول کنی؟ اینا بحثشون این نیست که یه علت عقلانی گیر آوردن برای مخالفت با این پیغمبر. خب اگه این بود که این آدم ها عاقلی بودن، دلشون برای عقل خودشون میسوخ، اول این مخالفت رو میکردن. یک لطیفه هم که من خودم مجری این لطیفه بودم به ذهنم آمد، بگویم یا نگویم؟ بگم. آیه 34 سوره مؤمنون که با هم مرور کردیم یه آیه مستقله. ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. اگر از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید زیان کردید. درسته؟ این آیه رو وقتی آدم دقت میکنه میبینه که ادامه قول کفار است که در آیات قبل، در آیه قبل بیان فرمود. ما یه جلسه شوخیمون گرفت، کار اشتباهی هم کردیم، ولی خب یک لطیفه شکل گرفت. دلم نمیاد شما لبخند نزنید. گفتیم یه آیه تو قرآن داریم، این آیه. نگفتیم این قول کفار است. اون خدا در قرآن چقدر قشنگ توضیح داده، شاید بشه این رو مبنای اشتباه کردیم. دموکراسی مثلا قرار داد هیچ کس نباید بر کسی سرپرستی بکند. آقا بعضی از اعضای جلسه مافز ضمیر برون دادند و تحویل گرفتن. من اینو موضوع پایان نامم قرار میدم، اصلا همینه. این ولایت رو روز خونه در آوردن. ببینید اطاعت به این سادگی مگه از هیچ کسی؟ ما هم اصلا موندونیم چیجوری جمع کنیم حالا قصه رو. گفتم چیزه، حالا شما اجازه بدید. نه آقا اینجوری، اون یکی اونجوری، بعضی هم جا خورده بودن. آقا این آیه کجاست؟ اون گفت، یک کسی میگه آقا این آیه کجاست؟ یکی میگه آقا این آیه کجاست؟ چهره ها کاملا متفاوت. اصلا من چیجوری بگم؟ شما بودی چیکار میکردید؟ خجالت میکشیدید؟ منم خجالت کشیدم. با کمال شرمندگی گفتم البته من چیزه، این سخن کفار است در قرآن. راز این لطیفه رو من در جلسه بعد با آیات دیگری از قرآن خدمت شما عرض خواهم کرد که چه می شود که این گونه می شود. بعد قال رب انصرنی به ما کذبون. دقت کنید، پیام اول پیغمبر بعدی عین پیام اول حضرت نوح، حرف آخر پیغمبر بعدی عین حرف آخر حضرت نوح. رب انصرنی، خدایا منو کمکم کن. اینا دیگه بعد دیگه میفرماید که بلا نازل کردیم و بعد قوم بعدی رو آوردیم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. سپس بعد از اون جوامع دیگری پدید آوردیم که ثم ارسلنا. من دارم یه آیه در میون میخونم که بحث رو سریع پیش ببرم. ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه. هر پیغمبری رو فرستادیم تکذیبش کردن. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین. سپس حضرت موسی و هارون رو فرستادیم به فرعون و ملئه، الی فرعون و ملئه. اینا هم استکبار کردن. حالا اینا چی گفتن؟
تو رو خدا میشه یه علت دیگه ذکر کنید؟ اگه علت دیگه ذکر نکنید ما بحثمون میگیره. وا ببینید آقا، دیدید چند تا نقطه میگذارن؟ میگن شما همه مواد غذایی رو تو این مغازه میتونید پیدا کنید، ماست و پنیر و چند تا نقطه. شما دیدید تو اون چند تا نقطه میتونید کره و دوغ و همه چی بذارید دیگه، شبیه اون. اینجا هم خدا همین کار میفرماد، دو تا پیغمبر نام میبرد، بعد میفرماد که پیغمبران مختلفی آوردیم و تکذیب شدن تا حضرت موسی و هارون رو فرستادیم. اونا چی گفتن؟ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، آیا ما ایمان بیاریم به بشرهایی مثل خودمون؟ آقا پیامو بگیر، پیام دهنده رو بگیر. غیر از ویژگیه که ویژگی این پیغمبر که میخواد سرپرست بشه و تو زورت میاد میگی این آدمیه مثل ما. تازه یه چیزی هم اینجا میگذارن روش، میگه به ما ایمان بیاریم به یه آدمی که تازه قومش بنده ما بودن دیگه، هیچی دیگه. یا حضرت موسی دیگه شما حساب کار خودتو بکن، همون در عقب شما برید بیرون، چون دیگه شما اونا که قومشون بنده اینا نبودن، اونا یه حرف رو زدن، شما که دیگه قومتون برده اینا هم بودن. طی این آیات که فرصت گذشت حتما مرور بفرمایید، طی دو صفحه از سه صفحه از حدود دو صفحه و خورده ای از آیات کریمه قرآن شما میبینید که مشکل اصلی است. البته در یک آیه دیگری از آیات کریمه قرآن این نتیجه‌ای که ما گرفتیم به صور روشن بهش تصریح میشه که سعی وافر هم برای گرفتن این نتیجه نمیخواد. این آیه رو میگذاریم در جلسات بعد با هم مرور میکنیم، داستانهای زمان پیامبر خودمون رو هم درباره همین موضوع در قرآن باز هم که دیگه مورد اتفاق همه مؤمنین هست مرور خواهیم کرد. اینجا نشون داده میشه که اگر یک پیغمبر بخواد سرپرستی مردم رو بپذیره، کلمه ولایت رو شما براش به کار ببندید یا نه، لااقل مورد مخالفت ملع قرار میگیرد. ملع اشراف و اون کسانی هستن که جامعه رو اداره میکنن. در مورد دیگران که نسبتشان با ولایت چگونه است میتوان در آیات کریمه قرآن سخن گفت. شما دیدید که ما اصلا بحث دین اسلام رو هم تو این جلسه نداشتیم. اینجا خداوند متعال به چی میپردازن، از کدام زاویه به مسئله ولایت نگاه میکنن؟ از زاویه انگیزه روانی مخالفت با ولایت و اون ولایت گریزی که در طبع بعضی ها هست، روانشناسی شخصیت ولایت گریزان رو به میان میکشند. ابعاد روانی موضوع ولایت رو مورد بحث قرار میدن. آقا ما ثابت کنیم فلانی ولایت دارد، فلان پیغمبر ولایت دارد، فلان امام ولایت دارد. خب شما ثابت کرد، این ملع رو چیکارش میکنید؟ ثابت کردی دیگه. اومد گفتش که یا رسول الله، اگر جبرئیل امین که به تو نازل میشه ببینمش من یه بار، یا صداشو بشنوم، من به تو ایمان میارم، همه قریش ایمان میارن. شما فکر کردید واقعا مشکل اینه؟ واقعا مشکل اینه؟ مشکل اعتقادی بوده؟ چرا وقتی قرآن کریم تصریح میفرماد آقا مشکل یه چیز دیگه است، ما آدرس غلط به خودمون یا دیگران میدیم؟ خدا یه دونه است یا دوتاست یا دوتا و نصفی یا ستا یا چهارتا؟ این دعوا ایجاد میکنه؟ این انگیزه قتل ایجاد میکنه؟ شما اینو به کاراگاه کاستر هم بگید، میگه من اینو به عنوان یه انگیزه قتل قبول ندارم. تعداد خدا، البته باید در این باره ها بحث کرد، ولی ما موضوع ولایت رو از اصلی ترین جایی که قرآن هم از همین جا بهش میپردازه و اکثر مباحث قرآن درباره ولایت سر ابعاد روانی ولایت پذیریه. این همون موضوعی است که کمتر کسی ازش یا جرأت میکنه حرف بزنه یا غفلت شده حرف زده نشده.
در آن روی سکه نقطه مقابل هم که ولایت طاغوت هست، باز شما به ابعاد روانی قصه بر میخورید. در سوره مائده و دیگر سوره های قرآن بسیار روشن خداوند متعال در این باره مطالبی دارن که حتما نورش رو بر